سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همچ کوکتل تی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه تو این ویدیو بیشتر قراره با هم صحبت بکنیم راجع به یه سری اتفاقاتی که بود این چند وقته و داستانهایی که ما داریم زیاد مشاهدهش میکنیم به خاطر انگی که زده شده به ماها قبل از اون توضیح بدم که تو این 13 روز گذشته ما رپ هواشی نداشتیم و یکی از دلایلی که داره یه سری از حواشی که بود یه کوچولو بی سر و ته بود و خیلی عجیب غریب بود و بقیه هواشی هم که مربوط بود به پوری و شاپور و کلا اون بیفی که بود ما لایو بودیم دیگه رو لایو همه چی رو با هم می‌رفتیم حدوداً یه سی حدود فکر می‌کنم 12 13 ساعت رو هم تو این نه روز هفت روز شدم لایو بودیم و اون اتفاقات رو بردیم جلو هم مسئله ای که هست خیلی دوست داشتم صحبت بکنم یه سری از کامنت بود که من اینور اونور می‌دیدم و از اون میخوام شروع کنم تا برسیم به اون داستانی که یوتیوبرها ها پول میگیرن از بعضی از آرتیست های استبلیش شده که بازی رو بخوام به سمتشون تغییر بدن اول از همه که یه نکته ای که جا داره خیلی بهش دقت بکنیم اینه که هر زمان که یک نکته ای توی ذهنت اومد و خواستی اونو بروز بدی و رفتی براش تحقیق بکنی با این فکر برو که ممکنه من اشتباه بکنم و دنبال این باش که داری اشتباه می‌کنی به جای اون که دنبال این باشی مهر اثبات بزنی چرا اینو میگم زمانی که یک چیزی رو فکر می‌کنی یا یه جا میشنوی وقتی میخوای بری دنبالش بگردی ذهنت چیز دیگر رو نمیبینه و کوچکترین به هر حال نکته‌ای رو که تو می‌بینی که ممکنه مهر تایید بزنه به حرفت با در نظر گرفتن نکات دیگه به عنوان فکت اونو ارائه میدی اما زمانی که اینجوری میری که ممکنه اشتباه بکنم اگر درست بگی خیلی مطمئن تری و اگه داری اشتباه میکنی دیگه کذب رو پوشش نمیدی یا کذب رو پخش نمیکنی اینو یادتون باش همیشه نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم یه نکته دیگه یعنی اینه که آقا داشتم تلگرام من خیلی از چیزها رو میدیدم کامنت ها رو میدیدم که نسبت به بعضی از ویدیوها گذاشته شده بود مخصوصا راجع به ویدیوی که حالا من با پوتک داشتم و بعد از اون رفتم کلا تلگرام چرخیدم بالا پایین کردم که ببینم کامنت ها توی تلگرام به چه شکل نش... نسبت به آرتیست ها آرتیستی اومده یه کار خیر کرده کلی فوشه اون زیر اومده نظر خودشو داده کلی فوشه یا آرتیست دیگه اومده آهنگ جدید داده کلی فوشه بعد اون زیر چند نفر نوشتن یکی مرام بذاره آهنگو آپلود کنه اینجا و خیلی هم فرستادن بعضی از چنل‌ها که اصلا آهنگو همونجوری میذارن و خیلی دم گرم گذاشتی واسه ما و کلی فوش و بد و بیرا و به همه و اشخاصی رو من میدیدم که توی زیر اون پست ها, ها در حال این بودن که فوش بدن و بقیه کسایی که دفاع میکنن هم به فوش بکشن مسئله که میخوام اشاره کنم اینه که آقا ببینید داریم چی کار میکنیم با کی اصلا کار داریم چرا دو سه ساعت وقت تو که ارزشمندترین چیزی هست که تو داری گذاشتی که هیت بدی و بقیه هم قانع بکنی که نه تو کسخلی بیا مثل من هیت بده اینکه تو دوست داری تو فلانی بیا مثل من هیت بده و با الفاظ رکیک از اونور چرا این اومده داره شاف میکنه آقا ما الان توی فضای مجازی یه سری فومو ها رو داریم سریع غذای خوب خوردم عکس بگیرم فلان عکس بگیرم بیسار عکس بگیرم آهنگ مت شده بذارم چرا کار خیر کردن ترن نشه چرا اون فومو نشه اوکی x y فلان اینا نمیتونن انجام بدن کار خیلی، یک بابایی اومده انجام داده دمشگر افراد زیادی رو داشتیم که حتی یک استریمر بود که اون بنده خدا هم خیلی بش اینجوری بودن که آه داری شاف میکنی آقا این کار خیلی کرده حالا اگه تو بخوای از اون مثلا بخوای خودتو تمیز بکنی که مثلا حالا خیلی حرف رود هست خیلی آدزای متفاوت واسد هست اینا بخوای بیای از اون به عنوان فکت شهروندی استفاده بکنی سوء استفاده بکنی فرق داره یعنی اینکه بخوای با سیاست از قبل تعیین شده بری تو اون داستان تا اینکه نداری یه کار خیر میکنی و راجبش هم صحبت کردی یا استوری گذاشتی نمیدونم آقا این این فومو بشه یعنی هر کی دستش میرسه کمک کنه بعد آقا شما نمیتونی یکی دیگه کرده یا اگه شما میتونی خب شما برو بکن این از این داستان این همه فوشی که آرتیست تکون میخوره فلانی آهنگ داده فوشه بیساری آهنگ داده فوشه آهنگش اونجا ریخته اینها خود مردم هن. ببین رپری که زندگیشو گذاشته پای این کار بعضی ها که از وطنشون رونده شدن نمیتونن برگردن پایین داستانه موندن با این درآمد به خاطر فناشون خیلی ها. و دارن این کار رو میکنن آخرش میشه این بعد کافی آرتیسته بره بت تبلیغ کنه آقا این چیکار کنه نمیگم به تبلیغ کردن خوب ولی خودتو بذار جاش طرف هر کاری کرد یه فوشی یه این که ان قضیه رو در بیاریم و فلان و اینها انجام شد خب طرف میگه نمیگم درست ها روی کرده اونم اما خودتو بذار جاش میگه آقا اینا که دارن میگن حداقل بذار من بکنم بگم میدونی بابا آروم تیکید ایزی این کاری که دارید میکنید دزدی پخش کردن آهنگ یک رپر تو تلگرام گوش دادن اون دست پس کردن دزدیه شما داری نون شب یکی رو میزنی بعد میگه چرا ما وضعمون اینه بعضی از این چنل ها هم فاز رابین هود گرفتن آقا شما قرار نیست بری تو یوتیوب پول هنگفتی بدی که اینو گوش بدی که تو خود یوتیوب هم که مثلا اگه اکانتش رو بگیری یا اسپاتیفای یه دانلود داره میزنی دیگه آفلاین هم باشی اون هست که ماهی یه بار یه هزینه میدی هزاران هزار آهنگ گوش میدی و دوزی این کار اون بعضی از پیج و فوزش میگیرن تو ما همین رپرا پیج تو اومده بالا 60 هزار تا 70 هزار تا 80 هزار تا و داری اینو دوزی پخش می‌کنی و خبرها رو دارن میزنن یا رو ادمین کانال اومده میشه فلانی مادر فلان اینو گفت اه. این چی هستن من نمیدونم یه کوچولو چنل‌های های تلگرامی بچه هایی که اندازه خودشون تریبون دارن راجع به صحبت بکنید اینا رو پخش بکنید به جای اینکه حالا یه چیزی در میاد یه قضیه در میاد که حاشیه داره و فلان و اینا همه جا هست بدون اینکه لازم باشه هزینه مصرف بشه اونجا که یه حرف خوب میاد هیچ نیست پشتش بعد میگن همه چرا دارن شیر میگن چرا همه دنبال حواشی حرف خوبا رو مگه ساپورت کردی معلومه وقتی اونجا میبینی اونجا همه صف کشیدن تو هم میری اینجا ببینی خبریه دارن از این ور میان میرن این ور ما هم بریم ببینیم چه خبره پرتغال دادن میدونی چی دارم میگم این از این و لطفا رو این کار کنید بچه‌ای که به حال هستیم جو اصلا نمیدونم چه اتفاق من توییتر که اصلا یه وضع عجیبیه یعنی همه دیدم پیجایی رو که راجبه یه سری آدم مختلف فوس میذارن و همش در حال گیر دادن فوش دادنن یا میگن نه این بابا ویوش بالاه ولی آدم احمقیه ایکس ایگرگ فلان تو هر اشلی تو هر زمینه ای وقت گذشته کار کرده حالا اصلا گیریم آدم احمقیه زحمت کشیده رسیده تو به که هر روز بیای هیت بدی به این ایکس ایگرگ فلان اون زحمت بیهوده ای که داری میذاری ببینی الان اینا چی گفتن که بیای تویت کنی یه فوشی بدی بذار روی کار کانتنت درست تولید بکن و اون چیزی که به نظر تو درسته رو رواج بده از تیریبونت بشین بهش صحبت کن بجن که بگی این گو خورد اون گو خورد این گو میخوره اون گو میخوره این... یعنی اگه اونا چیزی نگن تو چیزی نداری بگی بیا مسیر خودتو برو اون زحماتی که بقیه کشیدن انجام بده ببر جلو و اون طرز فکر خودتو منتشر بکن به جای اینکه دنبال این باشی که نه این این گوه میخورن این خب اینا همه گوه میخورن درستش کدومه بیا درستش رو اجرا بکن شروع بکن بعد میام اینو میگی ممکنه خیلی بگم امکانات نداریم فعلا اکثر همین اینایی که داری میگی گوه میخورن اینا مگه امکاناتش نه شروع کردن این زحمتی کشیدن تو هم یه زحمت رو بکش نمیگم نقد نبد باشه نقد بکنید ولی اینکه هر روز تو پیج طرف و چی از هر ور را میره این هم که باز رید این باز اینجوری متوجه این خب بیا درستیشو تولید بکن این از این و میرسیم به مطلب آخر و اونم داستان پول گرفتن یوتیوبرها ها از بعضی از رپر ببینید ما ریاکشن های درخواستی داریم خود بنده ریاکشن های درخواستی داشتم از آرتیست هایی که استبلیش نشدن هزینه به نسبت بالایی هم داره و به کار من هم کمک میکنه و دیدید بوده مدل هاش و اون ویوی که شما به اون آهنگ ها میزنید باعث میشه که خب منم تبلیغات بیشتری بگیرم خیلی از بچهای دیگه هم داشتن اما شما هر کدوم از ویدیوهای منه که ریاکشن درخواستی هست ببینید میبینید که نقد بوده کردم خوب نگفتم من هزینه گرفتم که این آهنگو گوش بدم و نظرمو بگم هیچ هزینه ای نمیگیرم که خوب بگم تعریف کنم اینها و تا حالا شده کسایی که هزینه های بالاتر از اون هزینه که هم من هم کردن ولی من نقده رو که بوده کردم چون اعتبار خود من تایتش مهمتره این نظر تا صرفا یه پولی که داره میاد یه بار دو بار یا سه بار چون کار من عمری تر اینجور نمیکنم حالا بعضی ها بچه ها یه سری کارا میکنن که تعدادشون, هم کمه اوکی ولی بستی که به همه میدید از کجا میاد نمیدونم ببین توی اینجای مغزم پرید اینو می‌خواستم بگم که یه بابایی بود خیلی هم خوب هزینه می‌کردن به خاطر دو تا نقدی که ما ازش کردیم کلی هم ناراحت شد نه من پول داد تبلیغات داد دادش تو پول دادی که من نظرمو بگم و گفتم و تموم شد رفت این از این و ما هیچ پکیجی نداریم که کارتو بده و ما تعریف کنیم این از این نکته بعدی نکته ای که هست هیچ کدوم از آرتیست های شده تا حالا پولی رو به من ندادن و یکی دو تا از که میشناسمشون و هیچ وقت داستان نبوده خیلی وقتا هم به من زنگ زدن راجبه ترکشون صحبت کردیم خیلی وقتا هم کار قبل از اینکه بیاد با هم صحبت کردیم و همون نظری که من دادم رو که بوده اونجا هم گفتم و با هم این حرفو زدیم اکثر آرتستی که با من حرف زدن و حالا این رابطه رو با هم داشتیم میتونم بیان راجع این صحبت بکنن یه نکته دیگه هست به خاطر یه سری از بچههایی که حرفه‌ای کار نکردن و به عنوان نمونه اونجا بودن که با هر کسی رفیق میشن نظرشون 180 درجه میچرخه فکر میکنید که واسه همه هم این اتفاق هست ولی برای همه این اتفاق نیست درسته آرتیست ها قبل از اینکه با شما کانکت بشن میرن نگاه میکنن شما بعضی از آرتیست هایی اصلا فکرشون رو نمی کنید اصلا فکرشون نمی کنید سر اینکه یه سری از ریاکشن ها مثلا با کارشون حال کردن رفتن و باشون در ارتباط خب و یه کوچولو این خایمال پروریه تو بعضی از ها هست که اونی که زیاد خایمالی میکنن اینا مثلا میرن رفاقتی باشه انجام میدن اون تا یه حدی هست ولی تو یه حد خیلی گونده ای نیست بعضیا به این شکل هستن ولی این دلیل نمیشه که ما نظر خودمون رو نگیم میدونید من همیشه هر جام نظرم گفتم مثلا زمان این کسایی که میگن تعصبی زمانی که حالا بیف حسین و فدایی بود من اون رو گفتم به نظر من فدایی دیگه هر هم ازم پرسیدن من قرار بود تعصبی باشم که رو حسین میشن چون حسین رپر قدیمی تریه که فن سنگینی داره تعصب اونجا معنی میگیره خب بعضیا میان کامنت میذارن میگه آقا تو تعصب فلانی رو کشیدی تعصب اصلا کجا میاد تعصب روی تو نمی‌تونه روی چیز جدید تعصب داشته باشی که بعد اگه من برنامه‌م این باشه که رو اون شخصی که قدیمی تره این کارو میکنم فن ریشش تو خاک بیشتره اگه همچین برنامه رو داشته باشم متوجهی و تو آهنگ شاپور اعلام کرد که گفت پول تخص کن بین یوتیوبرا نگو به یه دونه پول دادید این وقتی داره میگه داره ما رو جمع میبنده اینجا من دو تا نکته میتونم بگم چون خیلی ها این حرفو میزنن میگن که آقا مافیا یه رب نمیذاره ما شنیدشیم ریاکشن ها مافیا کردن بهونه واسه اینکه کار خودشونو این بد بودن خودشونو قایم بکنن به جای اینکه بیان گرم میگیرن آقا اصلا اشتباه بود اوکی یک بهونه ای واسه این داستان که نه اینا پول گرفتن این اونجوری این اینجوری مافیا ساختن نمیخوام اما خوششون نمی آقا مگه کرم داریم مگه ارث پدرمونه خیلی از بچه و کارشون خوب بود ما از اول ما هم آنچنان تاثیری تو این بازی داریم یه تاثیری. که مثلا کانکت بکنیم با بچه ها یا به هر حال مخاطبای خودمون آشنا بکنیم بچه ها برن دنبالشون ولی من هر چه قدم سلیقم به یه آهنگ باشه تا مخاطب تصمیم نگیره کلیک کنه بره تو اتفاق نمیافته یعنی من میدونم اگه دارم پول میگیرم برای ریاکشن درخواستی یا نه یه آهنگی رو دیدم باحال میخوام حمایت کنم یا ریاکشنی دارم میرم من چه اگزاجر ریاکشن برم چه درست که مدل خودم میرم طرف اگه با آهنگ حال نکنه کلیک نمیکنه روش و من همیشه حواسم هست زمانی که میخوام استعداد معرفی کنم یکی رو معرفی میکنم که دیدی تو این سال دیگه میتره که تو اون اشلی که باید خب اینجوری بنابراین حواسم به این هست که اگه گفتم یکی رو میخواستم بگم که مثلا دارم معرفی میکنم اونم اینجوری نیست که سینم و جر بدم این فقط این و ای. نه میام ازش تو مصاحبه از آرتیست ها راجبش میپرسم آهنگش رو میذارم مثلا تو مصاحبه برای آرتیست و ریاکشن میرم ازش به همین اگه خفم باشه کلیک میکنه خب پس من دیوونه نیستم که بیام همه رو یا کسایی که مثلا پول میدن و اینا رو اینجوری کنم که بعدا مخاطب اعتبار نظر من یه آرتیستی که داره میبینه بیاد بگه نه خب این که معلومه متوجهی زمانی که من یه آرتیست جدید و به یه آرتیست قدیمی معرفی میکنم که تو این چند وقت هم دیدید مثلا کارا شکل گرفته و اینها به خاطر این مسیری که اومده نشون میده که اون باحاله پس ریسک کار باشه انجام میدن میدونی و اگه بخوام این اعتبار خراب کنم که دیگه حرف من کجا برو داره و روی چه حسابی من باید این کار بکنم و در زم از اون مطلب ما اومدیم اینجا که اونایی که میگن اینا مافیا هم پول میدن اینا آقا ما مافیاییم با ما دوست شو ما داریم پول می‌گیریم، شما هم پول بده اگه انقدر تاثیر داریم من نمیدونم اگه ما مافیاییم و فلان و بهمان و بیسارا اینا خب چرا دشمنی میکنی بیا دست دوستی بده بعد خیلی عجیبه کسایی که خودشون با من رفیق بودن خب آدمایی که من باشون چت کردم پیام دادم صحبت میکردیم فلان و اینها و پوشش میدادیم و این حرفا خودشون نمیدونم یا با ما به مشکل رو خو... اونا خودشون میدونن که من طرف اونا رو بیجا نگرفتم هیچ جا تو چرا میای این حرفو میزنی و راجبه حالا شاپور ببینید بچه تو بیف شاپور و این داستان ها شاپور میاد یک فکتی رو میگه قول خودش حالا یه پرانتز وا کنیم فکت فکت چیست ببین فکت یه گزاره یه که سند و مدرکی داره حالا سند و مدرک قطعی یعنی خارج از این نیست اون میشه فکت یعنی همینه خارج از این نیست این میشه فکت آقا این رنگ سفید است تموم این جنسش لیست فکته خب یک ف... سند محکمی میخواد که غیر قابل رده اگه یک مسئله هست که هزار تا اما اگر شاید اما داره و یکی از اماهاش یکی از اگرهاش یکی از شایدهاش یکی از شانساش یه مسئله هست و تو اونو اعلام میکنی و به اون مسئله باور داری اون فکت نمیشه اعلام کردن باور ذهنیت نسبت به یک مسئله نمیشه فکت خب تا زمانی که صد این ثابت بشه و من خیلی همید. آقای فکت زد فکت زد فکت زد از دید شما چون باوراتون یکیه شاید فکت باشه اما چیزی که اما اگر شاید داره فکت نیست فکت ولیدی نیست فرضیه است احتماله میتونه باشه خب و زمانی که شما کار شاپور رو نگاه میکنید آقای شاپور میاد میگه پول چخص کن بین یوتیوبرها که یعنی یوتیوبرها دارن پول یعنی ما هم تو زازمانیم خوب. گذشته من معلومه من با چند تا بچه هم در ارتباط هستم و میدونم که این نیست خب بعضی بچه هستن اصلا من مشورت میگیرن اینو میدونم یعنی دیدم بعد من خودم با دو طرف در ارتباطم بودم پیام دادیم فلان بهمان اینها خب من چرا باید یکی رو سنگین بگیرم من دوست دارم نظر خودم بی طرف بگم چرا ما این تعصب داریم که اگر من نظرم با شما یکی نیست پس من یه جای کارم بو میده آقا من نظرم با شما ممکنه خیلی جای یکی نباشه چه دلیلی بر این هست که من کارم بومیده؟ این چیه من... یعنی شما استاندارد کل دنیایی یعنی هر جا هر کی با شما همسو نبود یا تعصبیه یا پول گرفته یا سازمانیه نمیشه که و حالا چرا میگم بعضی از حرفای شاپور اما اگر داره قدیم خب زمانی که فدایی را س... راجع به سری چیزا صحبت میکرد خب به خاطر اعتباری که اون حرف داشت میتونه فکت باشه و ما میتونستیم پیش فرض اون رو قبول بکنیم اما الان مخصوصا با این حرفها که مثلا شما شماها هم پول گرفتید خب من که شهر بازی هم میدونم اونا رو هم میدونم خب میدونم که اینجا چیزی درست نیست پس میگم شاید شما زمانی که هرس میخوری بعضی چیزها رو اگزاجره میگی راجبش صحبت میکنی میدونی این اتفاق میفته و چرا و خیلی اون دیدم بعضی میان کامنت میذارن تو پوله چقدر گرفتی فلان بود اینا خیلی جدی خیلی جدی اتک میزنن حمله میزنن به من که تو خود فلان که شما بری گذشته منو ببینی که من خودم یکی از کسایی بودم که تو این داستان به حال نمیخوام فلکس کنم به اون داستان ها اینا. ولی بودم معلومه این نکته هم که میخوام آخرش بگم اینه زمانی که می‌خوای یک نظری رو به یکی بدی مثلا یک کسی که مثل من 890 تو ویدیو داره شما با یک ویدیو که اون ویدیو هم سلیقه شما نبوده نمیتونی کل پکیج این بابا رو نقد بکنی و راجبش صحبت بکنی برو یک نگاهی بیانداز ببین آقا چه خبره چی کار کرده کجای بازی بوده چون صرفا یک بار حرفش با شما یکی نبود یه یک جای کار بومیده کار وقتی ریلیز میشه ما ایسی داریم به اسم استاندارد خب اگر سلیقه شما اینه که این آهنگ خوبه سلیقه شما استاندارد جهانی نیست سلیقه شماست و سلیقه اصلا معیار نیست تو اون آخر آخرش اوکی من دوست داشتم و دوست داشتی تو, م... تو میتونی بدترین کار و غیر استانداردترین کار دنیا رو دوست داشته باشی اما دلیل نمیشه که اون بهترینه شما عاشق اونی اوکی باش دمت هم لذت ببر اما دلیل نمیشه که همه باید عاشق اون باشن یک سری استاندارد داره ببین تو آهنگ شاپور ما پانچ میشنیدیم اما پانچ هایی رو ما داشتیم که پانچ های لول بالایی نبودن که تو ذهنت بمونه میدونی و یه سری بود که یه کم تکراری بود یه سیاست تکراری دیگه پریدن به یوتیوبر کجا آقا یعنی من نمیدونم شما خودت به عنوان کسی که به آزادی بیان و اینکه جوانهای ما به هر حال آزادی حرکت و رفتار و عمل و پوشش و اینها میخوان اونجا نشستی و یه نفر با تو حالا کرده پول گرفته و آقا اگه تأثیر انقدر اگه میگم تأثیر انقدر و دارن زد و بند میکنن خب شما هم رفاقت کنید چرا با همه دشمنید مگر شما قرار نیست که کارتون به نتیجه برسه تأثیر بذاری آقا یه قسمت این داستان اجتماعی دیگه کار دیگه همکاری دیگه در اجتماع بودن دیگه تبادل اطلاعات و قدرت و پول دیگه درسته شما نمیتونید تک وایسی همه بدن شما خوبی و اگه این داستانه هست خب شما هم استفاده بکن ازش که حرفت اونجوری که باید و شاید تاثیر بذاره و در آخر باز میگم سلیقه شما استاندارد جهانی نیست یک دو باور شما اگه توسط یه شخص دیگه داره اعلام میشه اون هم فکت نیست میتونه باشه اما الزامن فکت ولید نیست هزار تا آقا من میتونم باورم بر این باشه که مثلا خدا فلان چیزه یکی دیگه هم داره اینو بگه هی بیام بگم فکت فکت نه آقا باور ما دوتاست شاید واقعا فکت باشه ولی این احتمال رو بذاریم که شاید ما اشتباه میکنیم شاید بعضی از افکار رو من میدیدم پشت تعصب خودشون قایم می‌شدن که نمیتونستن ضعف کار رو ببینن و انگ تعصبی به ما می‌زدن در کل این بیف خیلی بیف زیبایی نبود ولی دو تا آرتیست در کنار هم مشخص بود که چه اتفاقی داره میفته میدونی همون زمان ما اینو با تو بیف حسین و حسین و فدایی هم تجربه کردیم که زمانی که ما میگفتیم وای فدایی داری چیکار میکنه همینجوری گفتم بعد اگر من قرار باشه تعصبی باشم کسی رو که نظرم روشه که آقا این یکی از بهترین قلم رو داره تو ایران و به نظر من همیشه گفتم بهترینه تو این دو سال اخیر گفتم آماده ترین تو این دو سه سال آماده ترین فدای خواهی قرار باشه باشم که اون رو میکشم از اول اون چیزای پیامایی که حالا بود کامنتای بود که اینا و به ترتیب اومدم اینجا که به این برسم راجع به حرفایی که میزنیم کلماتی که استفاده میکنیم اینها یکم فکر بکنیم یه کوچولو فکر بکنیم تاثیرش چی میتونه باشه آیا درست میگم آیا نیست آیا دنیا فقط این تو این ذهن منه فقط سلیقه منه و هر کی غیر از این بود رگبار فوش این وصل این پول گرفته خب ما با همچین سیستمی مشکل داریم که آقا میگه اسلام اینه همه چی اینه همه باید این باشن کسی جز این نباشه اعدام ما با این مشکل داریم چرا خودمون رو داریم توی اشل دیگه میاریم و عمل کردمون همونه سلیقه آهنگت با ما یکی نبود پول گرفتی محکومی فش مادر خب تو قدرت بیشتری داشتی میزنی منو چون این با ما حال نکرد پول گرفته چون این با ما حال نکرد این مشکل دقیقا مثل ایران که تا یکی یک نظر مخالف داره به کجا وصلی کی به تو از اونور چیز کرده تو جاسوسی موساد به تو گفته فلان حقیقا همونه فقط کوچولو 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 تره این فکره رو باز کنیم ببینیم واسه چی داریم چیکار اصلا کامنت وقتمون رو چی داریم صرف میکنیم کامنت این باره کامنتی که داریم میذاریم چیه یکم ای این صفحه فکر کنیم یکم با ذهن بازتر خلاصه این بود از این یه کوچولو سرتون درد آوردم ولی احتمالا یه سری برنامه اینجوری داشته باشیم که راجع به بعضی از موضوعا صحبت بکنیم حالا این لاولو و این همینجوری بود این این مسائل خیلی تو مخم بود تو پادکست اینا شاید حالا با بچه ها حرف بزنیم جای دیگه باشه ولی می‌خواستم یه گلچین 20 25 دقیقه‌ای باشه این وسط که راجع به این صحبت کنیم اگه زیاد گویی هم کردم عذرخواهی میکنم و احتمالا بدون ادیت و خاصی و هیچی اینو میبینید این حرفایی بود که میخواستم بزنم و انقدر راحت نیست وقتی تریبون داری به یه چیزی رو بگی که معلوم نیست از کجا داری میگی بیا یه چیزی رو بگی حالا اگه فرد خاصی داره میگیره فرد خاصی بگو بعد فوششو من بخورم تیکاشو من بخورم یا نه فقط من من نوعی که سفید بازیه دستش هیچ انکاری نبوده خلاصه این از این دمتون گرم راست که تو این لحظه ویدیو رو تماشا کردید و همین دیگه امیدوارم حالتون تو خوب عالی و بم باشه اکثر مخاطبای کوبکسی هم میشه میشناسن هم عشقن این خطاب به بقیه بود که اگه میدیدن یا اینکه حالا اگه دست به دست بشه یه کوچولو رو این فرهنگ تاثیر بذاره چون من با خیلی از آدما و افراد دیگه هم صحبت میکردم هی میگن نمیشه آقا بعد از یه جا شروع کنیم که این فرهنگ رو درست کنیم فقط هی میگن نمیشه اینجا آمریکا نیست خب بعد استارتشو بزنیم وزی خرابه من چهار کلمه بگم فلانی چهار کلمه بگه و اصلا یه ترندی درست کنیم راجع به این موضوعی چرا که نه چرا که نه و راجع به این دوستانا صحبت بکنیم تاثیر بذاریم هر چند روی یه نفر هر چند روی دو نفر چرا که نه قطره قطره جمع گردد خلاصه دمتون کم تا ویدیو بعدی سیوسون